چرتی بزنیم به بحث هشتگ زندگی نرمال. بعد من یکی دو تا سوال هم در مورد انتخابات امریکا دارم، یه پیش بینی شما کرده بودی اونم برام جالب بود. در مورد هشتگی که توی توییتر اخیراً داغ شده بود، خب توش ایرانی های خارج نشین می اومدن امکاناتی که در خارج دارند و در ایران نیست رو از دیدگاه خودشون شرح میدادن که مثلا بگن که خب شما باید یه زندگی نرمال داشته باشید. شما یه متن اعتراضی به این هشتگ نوشتی که این هشتگ رو دنبال کردی تا جایی که از توییتر فارسی فهمیدی زندگی نرمال یعنی این که بیای در امریکا و کانادا با حمالی و بدبختی و شستن توالت سفیدپوستا زندگی رو بگذرونی، ولی در صفحات اجتماعی برای هموطنان شعاف کنی و خالی ببندی تا کمی از احساس لوزر بودنت کم بشه. آیا شما فکر میکنی همه اینهایی که چنین هشتگی رو زدن در چنین سطحی زندگی میکردن، یا اینکه نه ممکنه این سری آدم های موفقی هم بینشون باشه اما یه هدف خیلی خوبی، هدف خیلی دلسوزانه و خیرخواهانه پشت این هشتگ نبوده، حالا بیشتر دلشون میخواسته شواف کنن؟ نه خب قطعا که من نمیتونم بگم که تمام کسایی که اون هشتگ رو زدن اینجوری بودن یا اونجوری بودن، ولی با چیزی که من دیدم، ببین داستانایی که ملت میمدن میگفتن، طرف میمد داستان تعریف میکرد که خب من اومدم آمریکا مثلا 4 سال 5 سال رفتم توالت شستم، هتل شستم، چی شدم، ولی الان موفق شدم. خب بذار من یک مثال برات بزنم کیوان. یک شبکه زردی هست، یکی از این رسانه‌های زردی که الان داره فکر مردم ایران سمی میکنه و هی سم میپاشه توی روزمرهشون و میخواد بهشون اثبات کنه که اینا زندگی بدن، رسانه من و تو. اینو تو همین نیویورک، خب توی منهتن یه دخمه‌ای بود که یک آقای ایرانی توی این دخمه، این دخمه کجا بود؟ این یه دخمه بود توی پیتزا فروشی، یه گوشش و 4 تا مثلا میز گذاشته بود، این حاجی روش آش میفروخت. خب من و تو اومد رفت با این حاجی مصاحبه کرد، حاجی یکی اصلا زندگی بدی داشت، اینجا بدبخت بود. ایرانیان موفق در نیویورک 3 نفر رو معرفی کرد به عنوان ایرانیان موفق، اون دوتاشون هم لوزر بودن، اینم لوزر بود، ولی این دیگه خیلی لوزر تر بود. من خب توصیه میکنم به کسایی که دارن این گفتگو رو میبینن برن اون ایرانی رو موفقا ببینن. بحث من اینه که این ایرانی هایی که اومدن اینجا هیچی نشدن، تو جامعه آمریکا هیچ جایگاهی ندارن، هیچی نیستن، برای آمریکا یا نمیتونن پوز بیان، نمیتونن این 4 تا چیپس و ماس و مشروبی که میگیرن میندازن رو میز و به رخ آمریکایی ها بکشن، اینجا هیچ کی تحویلشون نمیگیره، بدبخت شدن، سر خورده شدن، اومدن اینجا فهمیدن اشتباه کردن، حالا چجوری این عقده سرکوب شده خودشون رو میخوان برش غلبه کنن؟ اینکه بیان یه سری آدمیو توی ایران پیدا کنن واسهشون عکس چیپس و پفک و حمالی کردن و خودشون رو بذارن و بگن که آره ببینید ما اینجا زندگی خوبی داریم، ببینید ما چقدر زندگی نرمالی داریم، چی تو برای آمریکا یا نمیتونن این کارو کنن؟ آقا برو به انگلیس این عکس چیپس و پفک و اینا رو بذار، بگو I have a great life in the United States، ببین با چی کار میکنن، ببین چند نفر تحویلت میگیرن، ببین چه چیزایی بهت میگن. آخه من که میدونم که تو این کشور هیچی نیستی، تو سرت دارن میزنن، چرا میری دل مردم تو ایران رو بسوزونی؟ چرا میری زندگی مردم رو نابود میکنی؟ که من میدونم تو من چند نفر ایرانی تو اینجا دیدم که زندگی خوبشون رو تو ایران به خاطر همین توهم ها، به خاطر همین بمبارون رسانه‌ای و این مغز شوی رسانه‌ای که رسانه‌های آمریکا انجام دادن ول کردن، بلند شدن من اینجا و به بزرگترین بدبختی افتادن. خب اونا رو داستانشون رو رسانه های زرد نمیگن. همین آقای ایرانی موفقی که تو نیویورک بود اینجا دخمه داشت، الان کارتون خواب شده، الان داره وسط خیابون میخوابه، دخمشو ازش گرفتن، به بدبختی افتاده، به بی خانمانی افتاده. خب این الان کدوم رسانه اومد بگه این ایرانی موفق کجاست؟ چرا شما اونا رو نمیشنوین مردم ایران؟ بیان یه دقیقه به این چیزا فکر کنین.